از اوایل نوجوانی گذاشتم با بزرگترین چالش های دنیا مقابله کنم که یکیش هم سفر کردن قاچاقی از افغانستان به اروپا بود. آغازش کردم، از ولایت شمالی افغانستان بغلان آمدم به نیمروز، بعدش هم سوار ماشین قاچاقی شدم. فکر نمی کردم قرار است چی چیزایی را ببینم، ولی سختتر از چیزی بود که شنیده بودم و همیشه فکر می کردم. ساعت تقریبا 5 بود که رسیدیم به نیمروز. تا ساعت 8 شب در شهر بودیم، بعدش هم توسط موتورسیکلت ها پنهانی به خرابی دور از شهر انتقال یافتیم. شب در همون خرابه روی خاک خوابیدیم و فردا حوالی ساعت 7 بود که در یک ماشینی که گنجایش 16 نفر داشت 26 نفر سوار شدیم و حرکت کردیم به طرف مرز پاکستان. تمام راهم که پیمودیم کلا صحرا بود، روی کوتلا و نشیبایی که بالا و پایین می شدیم خطرناک بود. اگر راننده کمی بی‌احتیاطی می‌کرد جان همه مسافرها در خطر بود. بعد از تقریبا 5.5 ساعت سفر در صحرا رسیدیم به مرز پاکستان که ریگستان بود. با فوجی پاکستانی روبرو شدیم اما اجازه رفتن دادند. طبق گفته را بلد باید یک تپیدگی که حدود 20 الی 25 دقیقه وقت می گرفت را باید رد می کردیم و اون طرف هم رابلد منتظر ماست. حرکت کردیم و تپی اولی رد کردیم اما رابلد وجود نداشت. بعد از 3 ساعت پیاده روی بالاخره رسیدیم به آخرین نقطه‌ای که رابلد باید می آمد اما رابلد نبود. تا شام در همان گرمی روی ریگ سوزان منتظر ماندیم. مهمترین چیز برای ما آب بود، چون خیلی کم بود. بگذاریم، شب شد و بالاخره رابلد آمد و بار زد و رفتیم به یک خوابگاه به اسم خوابگاه بلال. وقت خوابگاه میگم تصور نکنید که اتاق است و خیمه است و هر چیز، هیچی نیست، فقط یک صحرا است. بر ما گفته شده بود که بعد از این به یک خوابگاه به اسم خوابگاه یونس انتقال پیدا میکنیم. گفته میشد که یک خوابگاه خوب باشه. ما اصرار داشتیم که شب دوباره ما را بار بزنه و ببره به خوابگاه یونس، اما نشد. شب مجبور شدیم در همون صحرا، هوا خیلی سرد بود، خوابیدیم. فردا صبح وقت بیدار شدیم اما زود بار نزدن. حوالی ساعت 10-11 روز بود که بار زدن و بردن به خوابگاه یونس. وقتی رسیدیم به خوابگاه یونس، خوابگاه یونس خیلی عجیب غریب بود. بدترین قسمتش ناامید شدن است، وقتی هیچ کس نمیتونه به دادت برسه. چون وارد خاک پاکستان میشی دیگه نه سیم کارت افغانی نه هم سیم کارت ایرانی کار میده، باید فقط سیم کارت پاکستانی داشته باشی که اکثرا مسافران افغانی سیم کارت پاکستانی ندارن. وقتی میخواستیم بریم با خوابگاه بلال، درا بعد از 20-25 دقیقه وقت ماشین حرکت کرد، همه گیر گفتن پیاده شدیم. وقتی پیاده شدیم دیدیم که داعش است. این بر ما خیلی یک واقع عجیب و غریب بود. داشت بعضی از پرسانه از ما داشت و عجیب بود که تمام مناطق افغانستان را اصلا کوچه با کوچه بلد بودن. بالاخره رسیدیم به خوابگاه یونس. خوابگاه یونس وقتی رسیدیم یک اتاقی که جدیداً ساخته بود اونجا ما را نشان بالای ریگ، اصلا چیزی نبود. فکر میکردیم میریم به خوابگاه دیگه، اما وقت آمد دیدیم که به هیچ جای دیگه نمیریم، قرار است همینجا مانیم تا شب، بعدش هم بار بزنن و ببرن به طرف کوه مشکل.